مردم همین الان، همین امروز، همین این لحظه که شما دارین ویدیو رو میبینین، مردم جونشون در خطر تو ایران، و ما نشستیم میگیم نه من حاضر نیستم با آقای رضا پهلوی بشینم، از اون ورم یه سری میگن نه خیر، فقط رضا پهلوی تنها کسی میتونه که این انقلاب رو جلو ببره و هیچ کس دیگه هم نباید ائتلاف بکنه. من تو دانمارک هستم، توی دانمارک الان چند وقت پیش برای اولین بار شاید فکر کنم تو کل تاریخ دانمارک یک دولت تشکیل دادن که معمولا یه دولت چپه یا راسته، درسته؟ در عرض یک ماه نه 44 سال، در عرض یک ماه اومدن یه دولتی درست کردن که چپ و راست با هم دیگه چی؟ ائتلاف کردن، همکاری میکنن، سیاست جلو میبرن، کار میکنن، کشور رو میچرخونن. یعنی آقای حامد اسماعیلیون که میگه من اجازه نگرفتم هنوز با رضا پهلوی بشینم، یعنی خاک بر اون سرمون نیست. اصلا کلا ایرانیا با توهم و تئوری توطئه داریم خودمون رو از بین میبریم. یه خورده به هم دیگه اعتماد بکنیم، اعتماد همدیگر رو باید ما ببخشیم، به همدیگه اعتماد بکنیم که بتونیم جلو بریم. با این وضعیت هیچ جا نمیتونیم بریم. یا ما آینده رو نگاه کنیم، برای چی بحث تاریخی میکنیم هممون؟ بحث تاریخی رو باید بندازیم تو آشغالی. بعدن حالا وقتی ایران آزاد شد، همه رفتن رفراندوم رأی دادن و حزبشون رو انتخاب کردن، بشینید کتاب تاریخی بنویسید. الان وقتش نیست. من تو اومده کار سایبریا رو میکنه، یارو رو ورده، یارو میگه باید محاکمه بشن کسایی که نمیخوان بیان این کمپین وکالت میدم و سپورت کنن. فوش میده به تمام روشن فکران که با این کمپین مخالفن. آخه شما دارید کارهای سایبری رو میکنید، خجالت هم خوب چیزی. این ویدیو رو من برای مخالفین من وکالت میدهم میفرستم. پایگاه اجتماعی ندارید و فقط دارید با سمپاشی مسیری رو دارید جلوشو میبندید که میلیون ها نفر بهش امید بستن. شما باید محاکمه بشید. بابت کارهایی که 44 سال پیش کردید شما محاکمه نشدید و حالا باید محاکمه بشید. اینو فرصت از دست ندید. مردم اتحاد بکنیم، ائتلاف بکنیم. همونایی که اومدن توییت دادن بیاید همکاری کنن. اصلا هیچ کس اشتباه نکرد. این وضعیت الان افتضاح. الان سایبری ها بیکار شدن. مردم دارن به هم دیگه فوش میدن، هر کس داره خودش رو توجیه میکنه. به جای اینکه ما تازه دشمن مشترک داریم اینجوریم، بعد از انقلاب میخوایم چه گوری بکنیم؟ جون هر کسی که دوست دارید، مردمی که زندگیشون در خطر تو ایران، بیاید همکاری کنید. مردم ایران احتیاج دارن به شما. دپرس شدیم هممون با این وضعیت. خودمون سایبری ها رو بیکار کردیم. یعنی چی؟ حالا جمهوری خواه، پادشاهی خواه، هر چی هستید باید با هم دیگه همکاری کنید. مگه دموکراسی حالیمون نمیشه هنوز؟ واقعا که هنوز حالیمون نمیشه وقتی نمیفهمیم که با نظرات مختلف، با افکار مختلف باید کنار هم دیگه بشیم کار رو جلو ببریم. فردا یک کشور کاملا از هم پاشیده رو باید ما آباد کنیم، مرزها رو نگه داریم. مشکلات زیاده عزیز من. تمامیت ارضی مگه چه اشکالی داره؟ چه مشکلی؟ ما باید با تروریست های منطقه بجنگیم. معلومه ما باید به دنیا نشون بدیم ما میتونیم با هم دیگه همکاری کنیم. به دنیا، به این تمام این کشورهای غربی که میخوایم باشون همکاری کنیم، باشون بهشون بگیم اینا رو تحریم کنین، اینا رو تروریست بخونین، سفارت ها رو ببندید. ما هنوز داریم نشون میدیم که آقا از دموکراسی چیه نفهمیدیم. کنار هم دیگه هم نمیتونیم بشینیم، با هم دیگه حرف نمیزنیم، اصلا نمیتونیم با هم دیگه جلو بیایم به هیچ وجه.